سلام و عرض ادب چطورین؟ علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیک خیلی خوش اومدین به قسمت افتهام از مجموعه بررسی ها تا شما این ویدیو رو لایک میکنین منم میرم سراغ بررسی این قسمت ما اینجا ای کارت ویزیت داریم یه نکته خیلی خیلی مهم بهتون بگم چه تو این قسمت چه تو قسمت های قبلی اینجوری ای نشه شما بگی خب قسمت فلان در مورد کارت ویزیت بود ما اینجا اصلا چیزی که میگیم یا تو بقیه قسمت های بررسی چیزی که گفتیم در مورد چیز خاصی نبوده بیش از 90 درصد چیزی رو گفتیم که به دیزاین مربوطه و هیچ ربطی به کارت ویزیت، بروشور، تراکت و و اینکه اون دیزاین چیه نداره مثلا اینجا رو ببینین نکته‌ای که میخوام روی این کارت ویزیت بگم هم رو بروشور هم رو بیلبورد هم رو کاتالوگ هم هر چیزی که فکرشو بکنی جوابه و اگر رایت کنید دیزاینت رو با کفیتتر میکنه پس ما وقتی اینجا میایم در مورد این تر صحبت میکنیم در مورد کارت ویزیت حرف نزدیم در مورد دیزاین داریم صحبت میکنیم کلا تو مجموعه بررسی و ما در مورد دیزاین بهتر صحبت میکنیم حل بریم سراغ این طراحی یه کارت ویزیت وقتی که نگاش میکنی یه چیزی اینجا اذیتت میکنه یه به هم ریختگی داره توی قسمت های قبلی اگه یادتون باشه من در مورد چیدمان های مختلف که عکس و یا وکتوری و متن داشتیم صحبت کردم گفتم یا اینجوریه که متن اکس، متن یا عکس متن یا متن عکس و معمولا اینجوری که شما اینو تست میکنید که به بهترین نتیجه برسی اینجا بهتره که تصویر بالا باشه این لوگوشونه ها لوگوشونه مهمه و باید بیاد بالا که اطرافش چیزی نباشه به چشم بیاد بعد تیتر اصلی اون و بعد اطلاعات یه نکته دیگه, دیگه در مورد بارکد بهتون بگم اینجا اندازه بارکد چقدره ببین این کارت مربعیه 5 سانته اینجا رو ببین پنج قسمتش کردم این بارکوت حتی از یک سانت در یک سانت هم کوچیک تره این خیلی ریسکه باز اگه زمینه سفید بود این ریسک کمتر می شد که خونده نشه اما اینجا ریسکه یه کوچولو بزرگترش کنیم ببین شما مسئول طراحی هستی اگر این بره بعد از چاپ حتی به علت مشکل چاپ هم اسکن نشه مقصر شمایی و چاپ هم نوشته تو سایتش گردن نمیگیره دوست داری یه کاری طراحی کن که بعدش باز پول بدی یه بار دیگه چاپ کنه یه پولی واسه طراحی گرفتی چیزی هم باید بذاری روش بدی چاپش کنه با این هزینه چاپ کلان هست ما این اشتباه رو کردیم شما نکن دیگه ما اینجوری داریم میگیم شما این کار نکن من یادم یه سری یه ست اداری رو بردم هوا یه ست اداری خراب شد مشکل بارکد نبود چیز دیگه بود فکر یه ست اداری رو من دوباره هزینه کردم چاپ کردم الان با این قیمت چاپ شما بخواین این کارو کنی اره میشی هرچند اون موقع من رنده شدم واقع. یک اندازه بارکد بزرگتر کنیم تصویر میاد بالا متن اصلی میاد پایین ببینیم چه اتفاقی میفته الان تصویر آزادتر شده لوگو رو دارم میبینم عنوان اصلی میبینم و اطلاعات هم اینجاست بارکد هم بزرگتر شد ولی همچنان یه چیزی اینجا داره اذیت میکنه و اونم همین این قسمت اطلاعاته همچنان ما نتونستیم یه مجاورت خوبی بین این ستا به وجود بیاریم یه تغییر ایجاد میکنیم برای اینکه بخوایم یه مجاورتی بین بدیم چیکار میکنیم میایم اینو میبریم توی یه باکسی چه اتفاقی میفته؟ حالا اون مجاورتی که میخواستیم به وجود اومده تصویر عنوان اصلی اطلاعات قبل و بعد میکنم خود مقایسه کنم ببینیم همچین چیزی بوده همچنان به هم ریختگی رو داریم اینجا دیگه به هم ریختگی جمع میشه این باکسه میاد کارو در میاره و این باکسه رو یه رنگ خیلی متضادی ندادیم و از همین جنس بکرانده فقط هم اسروک میذاشتیم مثل اینکه باز مشکل بوده یعنی این تست شد قبلش تست شد فقط استروک میذاشتیم بازی مشکلی داشت باید یه تفاوت رنگی ایجاد میشد که این مجاورتی که اینجا هست رو بیشتر کنه شاید فکر کنید میتونستیم مثلا اینجا هم یه باکس استروکی بیاریم که هم باند بشه ببین این هم باندیه هم که اینجا حفظ شده کافیه من به خاطر اینکه شما ببینید چه اتفاقی میفته این کارو کردم این باکس رو ببین چه اتفاقی افتاد شاید فکر کنید خب هم باند شد تمیز شد دیگه نه ما میخوایم این دیده بشه وقتی این میاد یه شلوغی اون بالا ایجاد میشه ببین وقتی نیست چه جوریه وقتی نیست کاملا این لوگوی جذاب خودش نشون میده لوگو لوگوی با جزئیاتیه الکی بالا رو شلوغ نکنیم اون حالت اول اولو میارم این حالت هم میارم مقایسه کنیم این بوده رسیدیم به این بریم سراغ کار بعدی اینجا هم یه کارت ویزیت داریم مطمئنم شما اول که اومدیم اینجا این سه تا خط رو دیدیم ایراده اول ما بارها گفتیم تو این بررسی ها گفتیم ما از خط به یک منظوری استفاده میکنیم الان اینجا این خط ها چه منظوری چی کار کردیم با این خط یکی بلند یکی کوتاه یکی بلند وظیفه اینجا چیه مشکل بعدی وقتی ما یه همچین اطلاعاتی داریم بارها بهتون گفتم اینجوری به ترتیب نچینین یا پراکنده بچینین نامرتب نظم بهش نه این اینجوری یا نه کشیده یه رو بدیم بزنین هم باند بشه اینجا میتونیم این کارو بکنیم این ور تو همین بررسی قبلی بود قسمت قبلی اگه نیدی برو ببین یه بروشوری بود اطلاعات آورده بودیم گفتم ببین اینجا وزن و سایز و یکی کن اصلا کاید نباشه که اینو کوتاه بلنده اونجا جواب بود اینجا ببین برعکس همون حرفو میزنم کارت ویزیت نه اینکه تو کارت ویزیت میتونیم این کارو کنیم تو فلان جا نه ببین اینجا اسم این شخصی که کارت براش زدیم فارسیش مهمتر از انگلیسیه و اینجا حالا شغلش اینجا میتونی یه مقدار اینو بزرگتر کنی که همباند بشه با این لاتینه اینم کوچیکتر کنی همباند بشه با این لاتین هیچ اتفاقی نمیفته اتفاقا اینجا یک سلسله مرتب خوبی شکل میگیره اسم فارسی انگلیسی و اینکه چیکار میکنه و میاد وسط این چند تا تغییر رو انجام دادیم ببینیم چه اتفاقی میفته چند بار قبل و بعد ببین یه همچین چیزی رو شما تو خیلی از دیزا استفاده کنی حالا اینجا یه موردی حذف شده سه تا شده چهار تا هم میتونست باشه هیچ فرقی نمیکرد خط اینجا درست اومده میتونست تازه بلندتر باشه دیگه همه کوتا رو گذاشتیم مونده اطلاعات هم یه سایتی اضافه شده اینجا این دو تا خط درست اومده اومده همباند کرده این اطلاعاتو و اینا همگی با هم همبانده یه کارت منظم اینم ببین وزنش هم زیاد نکرد تازه کشیدگی داده هیچ اشکالی نداره این که این الان منظمه توی بانده این درسته حالت قبلی رو ببین داغون ترکیده ولی اینجا همه چی مرتب امیدوارم که تو این قسمت هم نکات کاربردی یاد گرفته باشین تا آموزش بعدی خدا